در بخش اول برنامه امروز خود قرار داریم. دوستان و عزیزان و هموطنان گرامی، کسانی که هفته قبل برنامه را بیننده بودند، در ادامه صحبت ها و برنامه هفته قبلی که روی حالا اختلافات و ناسازگاری هایی که جوانان و نوجوانان در یک مقطع سنی می داشته باشن، خصوصا با والدین و با خانواده ایشان، جناب استاد جلال الدین بلخی استاد دانشگاه و روانشناس نکات بسیار خوب را درباره ای که حالا علت عواملی که در یک مقطعی از سنی یک تعداد افراد حالا که به عنوان جوان و نوجوان ما بیشتر در اون مقطع سنی اونا را میشناسیم، اختلافات و ناسازگاری ها یا هم سرپیچی ها یا بعضی از مشکلات را که با والدین خود می داشته باشند، با خانواده خود می داشته باشند، روی علت عوامل جناب استاد بسیار زیبا و نکات وار اشاره کردند. در ادامه برنامه هفته قبلی در این برنامه خواستیم حالا روی راهکارها بیشتر صحبت بکنیم، اختلافات را که حالا جوانان و نوجوانان با والدینشان دارن، حالا پس راهکار چی است؟ ما چگونه باید با اینا رفتار داشته باشیم؟ و اینه که با ای افرادی که حالا در کل با خانواده خود، با پدر مادر خود اختلاف دارن و ناسازگاری دارن، وظیفه والدین و خانواده چی است و چگونه اینها را کنترل بکنه یا چگونه با اینها رفتار داشته باشه؟ جناب استاد سلام، وقت بخیر، خیلی خوش اومدید به برنامه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبح شما بخیر، صبح همه ایزان بخیر، امیدوارم خوب و صحتمند و سرحال باشین و یک صبح خوب و خوش را آغاز کرده باشین. سلامت باشین. خب جناب استاد، جوانی نوجوانی همچنان مشخص است که مرحله پیچیده است که در این مرحله تغییرات جسمی، روحی، عاطفی روی هر جوان نوجوانی به وجود میاد و این هم که مسائل مختلفی که با میلشان نیستند مخالفت میکنن در خانواده و این هم که همیشه دنبال دنبال استقلال طلبی هست. پس راهکار چی هست اینکه خانواده با جوانان و نوجوانان کنار بیاید؟ بدون شک در ادامه بحث هفته گذشته ما بالای چالش ها بحث کردیم، ولی اگر بیایم در ابتدا خود سازگاری را ما یک تعریف داشته باشیم، همه انسان ها دارای نیاز ها است و به خاطر اقناع سازی این نیاز ها همه روزه تلاش می ورزند، کار می کنند، فعالیت می داشته باشند و وقت معین خود از وی می سازند. اقناع سازی، شناسایی نیازها و اقناع سازی نیازها به صورت مسلسل طبیعتا میان سازگاری را ایجاد میکنه تا زمانی که فرد در یک مکان، در یک جای نتونه نیاز خود اقناع بسازد، بدون شک نمیتونه سازگاری را ایجاد بکنه. بدون شک دوره جوانی دوره ای است که فراز و نشیب بسیار زیاده دارند، شناخت ویژگی ها چی از دیدگاه بود جسمانی باشه، چی عاطفی باشه، چی موقعیت اجتماعی باشه، تأثیرات مستقیمی در روابط داره. چالش هایی را که در هفته گذشته ما بحث کرده بودیم، اگر ما بیایم مستقیما بالای راهکارها بحث بکنیم، بزرگترین صدمه ای را که امروز خانواده ها و جوانان در ایجاد رابطه می داشته باشن، عدم ارتباط مؤثر است. تا زمانی که ارتباط مؤثر صورت نگیره، هیچ وقت نمیتونیم ما نیازها را به صورت واقعی شناسایی بکنیم. وقت زمانی که نیازها به صورت واقعی شناسایی نشد، در این جسته که عدم سازگاری به وجود میاد. در حالی که جوان هم میخواید تلاش بکنه، تلاش بورزه که بتونه شخص مؤثر برای خانواده خود و اجتماع خود ظاهر شود و همیشه تلاشش رمی است، ولی خانواده ها هم در این فکر هستند که ما چگونه میتونیم اون وظیفه مقدسه که تربیت جوان ما هسته، چگونه این وظیفه را به صورت وجه احسنش انجام بدیم. بعضی موقع ها امکان دارند که بر اساس از اینکه اختلافات دیدگاه به وجود بیاین، ناسازگاری به وجود بیاین. تا زمانی که ما شناخت دقیق از رشد جوان، از رشد عاطفی جوان، رشد جسمانی جوان و همچنان نیاز جوان نداشته باشیم، ما نمیتونیم سازگاری را ایجاد بکنیم. پس بهتر این است که ما بدانیم که جوان ما از دیدگاه خلق و خو، از دیدگاه مجاز ها، گرم مجاز هستن، سرد مجاز هستن، نیاز های از اینا چگونه هستن، ویژگی های شخصیتی از اینا چگونه است، ویژگی های رشد جسمانی از اینا چگونه است، ویژگی های رشد روانی از اینا چگونه است. و زمانی که ما مطالعه کردیم، شناختیم که دقیقا جوان ما در کدام مقطع سنی
با کدام چالش‌های جسمانی مواجه است، با کدام مرحله رشد جسمانی دست و پنجه نرم میکنه و از دیدگاه عاطفی چگونه رشد کردن دقیقا زمینه ای را مساعد میسازه که ارتباط مؤثر بین جوان و خانواده به وجود بیاید. زمانی که ارتباط مؤثر بین جوان و خانواده به وجود آمد دقیقا دریج است که شناسایی نیازها به صورت واقعی صورت میگیره و خود شناسایی نیازها و اقناسازی نیازها و یا فراهم ساختن زمینه جهت ارضای این نیازها میتونه دقیقاً راهکارهای مناسب را برای ما جهت ارتباط مؤثر و سازگاری بین جوان و خانواده ایجاد بکنه. متاسفانه امروز ما در افغانستان می‌بینیم تعداد زیاد جوانان ما شکوا و گلایه از خانواده داره. پدرم چنین کار را انجام میده، برادر بزرگ چنین فعالیت را انجام میده، مادرم چنین رفتار را به من انجام میده. حتی بعضی اوقات سوی زن‌های پیش میان که احساس میکنه جوان که تفاوت میانه خود جوان و یا فردی که بچه دوم یا اولاد دوم یا سیوم خانواده هستند با اول خانواده تفاوت داره یا بچه کوچک با بزرگ تفاوت داره. حتی بعض اوقات احساس ازیره میکنند که این خانواده مکان امن جهت رشد عاطفی، رشد روانی و یا رشد شخصیت من نیست و در این جهت کسر یا کمبود نیاز عاطفی با وجود میاد. ما امروز متاسفانه چرا در افغانستان میبینیم اکثریت جوانای ما چی از سابقه هنوز باشه چی از سابقه ذکور باشن، بعضی موقع ها خصوصا در مرحله نوجوانی روابط را تشکیل میده که روابط از اینا بر اساس اونمو فشار بیشتر شدن انرژی یا انرژی جنسی یا لیبیدو می باشه که کنترل کردن نمیتونن، غرایز به صورت درست راهکارهای مناسب را اینا فرا نگرفتن که بتونن این نیازها را اقناع بسازن و در نتیجه روابط را ایجاد میکنن. میخواین اونمو کسر عاطفی که در خانواده یا عدم محبت بوده یا توجه بوده یا بالاخره هر موضوع دیگری بوده میخواد بیرونتر از فضای خانواده جستجو بکنن و در نتیجه زمان رابطه تشکیل میتن. یک مدت زمانی که از روابط سپری میشه شناخت دقیق از جانب مقابل و شناخت دقیق از خود پیدا میکنن، این روابط دوباره از بین میرن و در نتیجه هر دو جوان صدمه روانی بسیار شدید میبینن. بله. اگر ما بخوایم راهکارهایی را پیشنهاد بکنیم دقیقا اولش شناسایی ویژگی های خود جوانان است که وظیفه والدین است که دقیقا باید بدانن که جوانان از دیدگاه جسمانی و از دیدگاه روانی دارای کدام ویژگی ها هستند و ما کدام راهکارها را میتونیم جهت اقناساسی نیازهای از اینا ما مد نظر داشته باشیم. جناب استاد، بر این راهکار اولی که حالا اشاره کردین بیشتر به نظر شما حالا یک جوان یا یک نوجوان حالا نیاز داره بیشتر درک شود دیگه از طرف خانواده، بیشتر باید شنیده شود صحبتهایش، باید حالا شرایط روح روانی یک ممکن است یک جوان و نوجوان داشته باشه بیشتر نیاز به درک شدن دارد. بدون شک متاسفانه در افغانستان در ابتدا روش های تربیتی را که ما پیش میگیریم روش های سنتی بود که از نیاکان ما به میراث مانده است، در حالی که قوانین، شرایط، محیط و موقعیتی که خود جوان قرار داره متفاوت است. حالا در گذشته هر آن چیزی که بود گذشت، ولی بعض اوقات امکان داره والدین بر اساس عقده هایی که از گذشته از والدین خود دارن در مرحله جوانی خودشان تجربه کرده بودن، کینه و کدورت هایی را که نسبت به خانواده خود در ذهن خود پرورش داده بودن، به نحوی میاین عقده گشایی میکنن، در حالی که این راهکارهای تربیتی را که خانواده ها مد نظر میگیرن یا میخواین تطبیق بکنن دقیقاً راهکارهای سنتی بود که در گذشته بالای خودشان تطبیق شده بود. در اینجا زمانی که این راهکارها را تطبیق میکنن نیازهای جوان چی از دیدگاه نیازهای جسمانی باشه، چی نیازهای عاطفی باشه، چی نیازهای اجتماعی باشه، هیچ وقت مد نظر گرفته نمیشه. درست. و همیشه نیازهای جوان سرکوب میشه. زمانی که در خانواده مکان امن رشد استعداد جوان و اقناع نیازها نباشه، بدون شک محیط جامعه هیچ وقت زمینه ایزیره برای جوان فراهم نمیسازه که به نیاز خود اقناع بسازه. زمانی که جوان در خانواده کسر عاطفی یا محبت تجربه بکنه، در هر جای دیگه که بخواید جستجو بکنن همین نیاز خود، نیاز به محبت خود اقناع بسازن، بدون شک در مسیر را با بنبست های مختلف دیگر مواجه میشن. چرا راهش درست هم نباشد؟ بله، بدون شک راه درست نیست. چرا؟ زمانی که من نتونم به صورت سالم یک چیز را به دست بیارم، پس محیط خانواده به خاطر به دست آوردن از او زمینه سالم را برای من مساعد نسازه، راهکارهای مناسب را پیشنهاد نکنه، ما میخواهیم جهت اقناع سازی خود بالاخره به هر راهکاری که مد نظر ما اومد و هر راهکار را که من درست تر فکر کردم دست به مو راهکار میزنم که اینجا میتونه جوانان با بنبست های مختلف مواجه بکنه. چرا امروز اکثر
اکثر جوانان ما متاسفانه گرایش به مواد مخدر داره. امروز اکثر جوانان ما فرار از خانه میکنه، چون امروز اکثر جوانان ما نوی بی‌اعتمادی های عمیق را در وجود خود نسبت به خانواده پرورش داده. ببینیم بنبست را که اکثرا بنیاد یک خانواده را به عقیده ما اکثرا میگیم بنیاد یک رابطه یا یک خانواده را اعتماد تشکیل میده، ولی اگر بیایم ما به صورت دقیق مطالعه بکنیم، بنیاد یک خانواده را حرمت ها و احترام ها تشکیل میده. زمانی که این حرمت ها و احترام ها شکسته شوه، پس اینجا است که آیسته آیسته اونمو زنجیر شیرازه اعتماد از هم دیگر می سکله. زمانی که زنجیر اعتماد از هم سکلید، احترام متقابل وجود نداره، در این صورت نه نیازهای جوان مد نظر گرفته میشه، نه خواهشات خانواده مد نظر گرفته میشه. بیاین اینا میاین به صورت که با هم دیگر و بیاین مشکل راهکارهایی را پیشنهاد کنند، با هم دیگر بحث میکنند، بحث از اینها با مجادله کشانیده میشه و بالاخره روابط از هم دیگر از بین میرن. و ممکن است در این فرآیند جناب استاد شما اشاره کردین، او پسر یا او حالا دختر یا اون نوجوانی که محبت که باید میدیده را از خانواده ندیدن میداره، به فرد به طرف یک فرد نالایق دیگر ممکن است خواهان محبت شود و او کمبودی حالا عشق علاقه که باید از خانواده داشته باشه و باعث خودش باعث باز شدن یک سری زیاد از مشکلات در زندگی یک نوجوان ممکنه باشه. ادامه راهکارهایی که شما اشاره میکردین جناب استاد از شما بشنویم. بدون شک مسئله ای را که شما اشاره کردین ما در جامعه خود میبینیم. روش های تربیتی خانواده از دیدگاه های مختلف اگر ما تقسیم بندی بکنیم، بعضی از خانواده ها هستند که در تصمیم گیری نسبت به کارها یا فعالیت ها یا موضوعات خانواده که مربوط به خود خانواده میشه همه اعضای خانواده را شریک میشه. که خانواده دموکرات است که خانواده دموکراسی است، خانواده است که نظریات همه را میشنوند، مجموعه نظریات با هم یک جا ساخته و در نتیجه راه حل مناسب را به دست میارن. ولی در افغانستان متاسفانه خانواده ها حاکمیت به دست کسی که در رأس خانواده قرار داره هست، دیکتاتوری است، به صورت دیکتاتوری است. هر آن چیزی که فرد که در رأس خانواده قرار داره، هر آن چیزی که باید او بگه تطبیق شود. زمانی که او را تطبیق میکنن، در نتیجه کسر عاطفی به وجود میاد. راهکارهای دیگری را که ما میتونیم پیشنهاد بکنیم، مسئولیت سپردن به خود جوان است. جوان تشنه یزی است که بتونه اینمی توانایی خود، استعداد خود بتونه بر رخ دیگران بکشانه، بگه که ما اومده ازی هستم که از مقطع سنی طفولیت گذشتیم، حالا ما بزرگ شدیم، از دیدگاه جسمانی، از دیدگاه روانی ما اومده ازی هستم که نسبت به خانواده خود مسئولیت را بپذیرم و از قبال این مسئولیت ما برمیایم. ولی متاسفانه ما میبینیم زمانی که خانواده ها بر جوانان اندک مسئولیت را میسپاره، چندین بار میاین فعالیت از اینا را تحت نظارت و کنترل خود انجام میتن و هر نکته فعالیت از اینا را مورد انتقاد قرار میتن. ما در افغانستان عادت انتقاد کردن بیش از حد داریم، از ما شروع تا همه ما فقط دنبال از این نکات ضعف پیدا بکنیم انتقاد بکنیم، ولی بسیار اندک از افراد را میبینیم که زمانی که نکات ضعف را متوجه میشن، میان راهکارهای حل مناسب را پیشنهاد میکنن. همچنان جوانان، والدین باید ارتباطات مؤثر با خود جوانان داشته باشند، نمانند از یک پدر که در رأس خانواده قرار دارد تمام فعالیت های خانواده وابسته به تصمیم گیری شخص واحد خانواده باشه. باید رابطه فرزند در مرحله جوانی، چی دختر است چی پسر است، باید رفیقانه صمیمانه مانند یک دوست باشه تا اعتماد ایجاد شود. یک پدر از حالا مقام بالایی که ممکن است برای اطفالشان یا اولادشان داشته باشد، بیا یک دوست شود دیگه. بدون شک. چرا دوست شود؟ به دلیل این که یک فرد، حتی من و شما تجربه کردیم، آن چیزی که میتونیم با یک دوست صمیمی خود که ارتباط نزدیک داریم، احترام داریم، حرمت داریم، اعتماد داریم، او را میاییم با او شریک میسازیم. هر بنبستی که در زندگی ما ایجاد شود، میاییم درد دل میکنیم، راز دل خود شریک میسازیم، گریه میکنیم پیشش، میشینیم در آغوش میگیریم هم دیگر و میخواهیم به نحوی اینمی چالش ها و مشکلات که برای شانه های ما بار سنگینی شده با اونا در جریان بگذاریم. زمانی که اگر پدر و مادر بهترین دوست برای فرزندش نباشه و قابل اعتماد نباشه، هیچ وقت فرزند با مشکلی که در زندگی خود مواجه میشه، هیچ وقت خانواده را بخصوص پدر و مادر در جریان نمیگذارن. حتی ما متاسفانه در افغانستان ما اکثر صنفای درسی میبینم بچه های جوان را میبینم، میگم شما یک سوال از همه دارم، آیا شما منیس برادر یک روز دست خواهرتان گرفتین به یک رستوران رفتین غذا خوردین یا فروشگاه رفتین لباس خریداری کردین؟ اونا همیشه جوابش نیست. بدون شک زمانی که ما خودمون مسئولیت خود در قبال خواهر خود، در قبال پسر خود یا برادر خود انجام ندیم،
فرد دیگره به نحو میایم مسئولیت پذیری میکنه. آیا این مسئولیت پذیری به صورت واقعی است یا کاذب است که روال زندگی تعیین میکنه؟ مدت زمانی که سپری میشه میبینیم که اینجا فرد مسئولیت پذیری کاذب را در اختیار کرده بوده و بالاخره در مسیر از زندگی شانه خالی میکنه و در نتیجه اعتماد را که جوان نسبت به خانواده قبل داشت قبلا شکسته بود و نسبت به جامعه و پیرامون جامعه‌ای که در او زندگی میکنه و اطرافیان خود حالا تازه میشکنه، پس دریجه است که فرد آیستا آیستا منزوی میشه و انزوا و گوشنشینی را اختیار میکنه که آغاز انواع مختلف اختلالات روانی از قبیل دپرشن، زود اجتماعی، استراب شدید، استرس شدید تجربه میکنه و بعضی موقع ها امکان دارن که گرایش به مواد مخدر و اعمال زود اجتماعی به بار بیان و بعض موقع ها امکان دارن بعض افراد بنابر تربیت سنتی که شده بیش از حد افراطیت دینی به وجود بیاید. بله جناب استاد، همچون که اشاره کردین، خب زمانی که جوانی با خانواده خود دوست و رفیق نباشد، خب قطعا که نمیتونه مشکلات خود را به او بگه و به او جوان یا نوجوان اهمیت دادن نشه و اگه این رفیق باشه میتونه به خوبی و بسیار به آسانی مشکلات خود را با پدر، با خانواده، با جریان بگذاره و دنبال یک راه حل باشه که میتونه با همه این مشکل حل بکنه. در صورت که اگر نتونه این مشکل خود را به خانواده خود بگه، خب حتما دنبال یک راه حل نادرست شاید بره. بدون شک زمانی که جوان در مسیر زندگی که پرتلاطم سپری میکنه، بدون شک با مشکلاتی که مواجه میشه، اگر روابط مؤثر باشه و روابط به صورت درست برنامه ریزی شده باشه، خانواده آموزش دیده باشه، جوانان ما آموزش دیده باشه، وقتی که با مشکل مواجه میشه اولین فرد را که میخواد با او در جریان بگذاره بدون شک اعضای خانواده است. ولی اگر این بی‌اعتمادی ها در خود خانواده با وجود بیاد، روابط به صورت خوبتر نیست، پدر با مادر جنگ میکنه، برادر کلان میخواد از خانواده جدا شوه و این جوان که تازه میخواد فعالیت را انجام بده متاسفانه با یک بنبست مواجه شده، وقتی که اینجا میاین همه مشکلات هم یاره بالای دوش از این میگذارن و این را به نحو میبینن که نفرین شده ی خانواده ما خود تستی و تمام مشکلاتی که در خانواده حاکم از دلیل اساسیش خود تستی، در حالی که راهکار درست نیست. اگر ما رابطه مؤثر با جوان خود داشته باشیم، هر آن نیازی که داشته باشه بدون شک جهت اقناع ساختن از او اولین دره را که تقل باب میکنه بدون شک خانواده است. بیاین با خانواده درد دل میکنه، راهکارهای مناسب را از خانواده میشنون، از تجارب از اینا استفاده میکنه و تجارب از اینا باعث از این میشه که راهگشایی به همون مشکل یا بنبستش باشه. ولی که روابط مؤثر وجود نداشته باشه، نوع بی‌اعتمادی ها در ذهن جوان پرورش پیدا کرده و بالاخره به عقده های مختلف و اختلالات مختلف روانی نسبت به اعضای خانواده که در ذهن فرد به وجود میآید و در نتیجه دید فرد که به صورت مثبت بوده همیشه گرایش به صورت منفی داره. چرا امروز اکثر جوانان ما را ما میبینیم متاسفانه که پدر و مادر وقتی که یک کار را یک فعالیت را که جوان انجام میده، وقتی که به او با بنبست یا ناکامی مواجه میشه، مثال از زندگی خود میده، میگه من 18 ساله بودم یا 14 ساله بودم یا 15 ساله بودم، من خرج دو خانواده را به دست می آوردم، من فلان کارا میکردم، من فلان کارا میکردم. درست است پدر بزرگوار، درست است مادر بزرگوار، من حرف شما را قبول دارم، ولی فراموش نکنین که جوانی امروزی تا زمان مقطع جوانی شما تفاوت داره. اصل امروزی، نیازهای امروزی، پیشرفت علم و تکنولوژی تا عصر شما تفاوت داره و در نتیجه نباید شما چنین زمینه ای را مساعد بسازیم که خود خانواده ایجاد کننده بنبست بزرگ در صد راه پیشرفت و ترقی خود جوان شود. درست. خب جناب استاد، یک نکته را میخوایم اشاره کنم، بسیار ببخشید آقای جا. یک مشکل اساسی هست که اگر یک جوان در یک خانواده یک کار را شروع میکنه، یک فعالیت را شروع میکنه، بعد گاهن البته اختلاف از این نکته به نظرم شروع میشه که میخواد یک فعالیت را شروع بکنه، بعد پدر و مادر او مانع از میشه، میگن نه این کارو نکن، چون شاید احتمال داره اون کلمه‌ای که اولش استفاده کرده اما عقده، شاید خود پدر قبلا این کار کرده باشه ولی موفق نشده باشه. مسئله از این قرار است، ببینید شرایط متفاوت است. زمانی که پدر تلاش می‌ورزه مثلا یک تجارت را شروع بکنه ولی تجارتش چندین بار با بنبست خورده، شاید امکان داره پدر توانایی نداشته باشه، شاید امکان داره محاسبات را اشتباه کرده باشه، شاید امکان داره زمینه یا شرایط به صورت خوبتر مساعد نبوده باشه. ولی ما فراموش نکنیم جوان ما استعداد داره، توانایی داره، انرژی داره، انرژی جسمانی داره، انرژی روانی داره و زمانی که اگر ما زمینه رشد مناسب برای خود جوان ما
مساعد نسازیم بدون شک همیشه با بنبست های مختلف مواجه میشه. دوره جوانی دوره است که فرد به مقطعی میرسه که آمادگی کسب تجارب از محیط به دست میاره. زمینه ازی است که فرد وارد جامعه و محیط میشه و بیشترین تجارب از شکست هایی که میخورن به دست میاره. در اصل ما در زندگی به نام ناکامی و شکست چیزی نداریم. هر اون چیزی را که ما داریم، مثلا یک فرد در مکتب ناکام میمونه، تجربه ای را به دست میاره و این تجربگی ها آیسته آیسته پختگی ها را به وجود میاره. ببینید، ما یک چیزی را میخوایم واقعا از زندگی شخصی خود بکنیم. انسان هر قدر تنها شده و هر قدر تنها میشه و هر قدر مسیر رشد را سپری میکنه به صورت تنهایی است. بعض اوقات امکان داره به صورت که اینمی در سپری کردن این مسیر یک تعداد را خود فرد از چهار اطراف خود خط بزنه و بعض موقع ها امکان داره که خود افراد توانایی ادامه دادن با ما را نداشته باشن. مسیر موفقیت به صورت تنهایی سپری میشه. آنچه که رشد میکنه انسان به صورت تنهایی است. پس خود شکست را که فرد تجربه میکنه بدون شک همه در خوشی ها و موفقیت کف میزنن، همه میاین با ما خوشی میکنن، ولی زمانی که اگر ما شکست را تجربه بکنیم، پس کی میاید؟ وقتی که اطرافیان ما، محیط ما سالم نباشه، وقتی که اونا حاضر نشن، حداقل اعضای خانواده باید بر ما بیاین در پلی ما استادگی بکنن، ما را تشویق بکنن، ترغیب بکنن. درست است، چون توانایی ما، شناخت ما را میفهمن، شناخت دارن از ما، استعداد ما را، توانایی ما را، شخصیت ما را، همه اینها را میدانن. پس بهترین راه همین است که خود اعضای خانواده زمینه رشد استعداد جوانان را فراهم بسازه و مسئولیت را در اختیار از اونا قرار بده تا با سپری نمودن این مسئولیت زمینه شکوفا ساختن استعداد زرین جوانان مساعد شده و در نتیجه رابطه مؤثر بین اعضای خانواده و جوان فراهم شد. انشالله. خیلی سپاس جناب استاد از صحبت‌های بسیار خوب شما، از راهکارهای شما بسیار زیبا با مثال‌های عینی و با کلماتی که استفاده می‌کنین، بدون شک که حالا در ذهن باور هر کسی می نشینم. به عنوان آخرین پرسش که جنبندی حالا صحبت‌های راهکارها شود، جناب استاد، در دوره جوانی و نوجوانی یک خاصیت است که زیاد از حالا بگیم از توصیه ها یا از نصیحت ها خوششان نمی آید، یعنی زیاد به دلشان نمی نشینم، و از طرفی هم در کل پدر مادرها بازگاهن دوست دارن که بیشتر بشینن نصیحت بکنن یا توصیه های را برای اونا بگوین. به نظر شما یکی از دلایل حالا ناسازگاری خو بدون شک توصیه های نامناسب هست گاهن، و این که پدر مادرها گاهن بیاین از توصیه ها و از نصیحت ها بگذرن؟ ما هفته گذشته در مورد محدود ساختن جوان در مسیر رشد بحث کرده بودیم. یکی از چالش ها و یکی از علت های ناسازگاری یا ایجاد ناسازگاری بین والدین و جوان محدود ساختن جوان است. ببینین، من یک مثال میخوایم برای شما بگم. یک گیلاس ما مد نظر بگیریم 250 میلی لیتر آب ظرفیت داره. آیا ما میتونیم که یک لیتر آب با او گنجایش بدیم؟ نه خیر، نمیتونیم. بدون شک توانایی جوان جهت درک کردن مراحل مختلف رشد و اقناع ساختن و راهکارهای مناسب جهت اقناع سازی و ارضا سازی نیازهای جوان بدون شک همین گونه است. جوان توانایی و تجارب ازیر کسب نکرده بیاید که اون چی را که پدر و مادر یادآوری میکنه، آن تجارب را که با ما شریک میسازه، در اصل به خاطر سپری نمودن و به دست آوردن اینمی تجارب بسیار قیمت گزاف را والدین پرداخت کردن. بگذارین والدین عزیز، من خواهش می‌کنم است که بگذارن جوانان آنقدر محدود نسازن، بیاین هر مشکل را ایجاد بکنن خود خانواده، هر فعالیت جوان مورد انتقاد قرار بده و بیشتر خانواده زمینه ساز از این نشه که جوان رشد بکنه، بلکه محدودیت های مشخص را جهت از این که فرد بتونه ارتباط مؤثر برقرار بکنه، توانایی خود رشد بده و موقف خود در جامعه به دست بیاره، شخصیت خود هویدا بسازه، خانواده محدودیت های را خلق بکنه. جوانان امروزی متاسفانه تا زمانی که خودشان در تجارب زندگی به خاطر به دست آوردن آنچه که نصیحت میکنه خانواده و آن تجربه را که شریک میسازه، تا خودشان قیمت پرداخت نکنه، بدون شک نمیتونه که درک بکنه که مفهوم واقعی آن تجارب چی است. ما امروز متاسفانه میبینیم هر آن کسی که برای ما یک تجربه ای را
انتقال میده و یک تجربه ای را شریک میسازه. ما فراموش نکنیم که فرد قیمت بسیار زیاد گزاف را در زندگی خود بابت به دست آوردن همین تجربه پرداخت کرده که ما متاسفانه میبینیم که اکثر جوانان ما امروز از نصیحت خوششون نمیآید. پس خانواده و نباید به آنقدر فشار بیارن که جوان ترک خانواده بکنه و نوع بی‌اعتمادی ها را در ذهن خود پرورش بده. بسیار تشکر جناب استاد، استفاده کردیم از صحبت های ارزشمند شما.